تا الان هیچ اتفاقی نیفتاده. میدونیم که همونطور که خودت هم اشاره کردی طبق قوانین فیفا و اف سی تیم های ایرانی هم خب باید مجوز حرفه‌ای رو دریافت کنن. برای مجوز حضور در لیگ قهرمان آسیا باید همه بدهی های قطعیشون رو پرداخت کنن، مثل مطالبات بازیکن های مربیان سابق خودشون. باشگاهی مثل استقلال تا الان این کار رو انجام نداده. گفته میشه پرسپولیس این بدهی رو مثل بدهی کالدرون و برانکو در سالهای گذشته پرداخت کرده و اما مدیران قبلی و فعلی استقلال این بدهی ها که مال 3 سال گذشته هستش، یعنی دستمزد و پول اسراموچونی و 6 بدهی دیگه، بدهی به ایجنت یامگا، بدهی به الشباب الاهلی، بدهی به سانتا کلارا و پادوانی، نزدیک 160 هزار دلار پول پادوانی هستش که از استقلال شکایت کرده و خب البته مالیات و بدهی اسراموچونی ندادن. الان بیشترینش همین بدهی به اسراموچونیه که نزدیک به 100 میلیارد دلار شده، 100 میلیارد تومان شده، یعنی با دلاری که 50 تومان هست. الان اسراموچونی خب میدونیم علیه فیفا از علیه استقلال به فیفا شکایت کرد، حکم قطعی گرفته. بدهی استقلال کلا بالغ بر 125 میلیارد تومان گفته میشه که باشگاه استقلال توی نامه‌ای به اف سی و فیفا درخواست کرده که مهلت بیشتری برای پرداخت طلب اسراموچونی بدن بهشون، ولی بر اساس آخرین زمان اعلام شده تیمایی که قرار بوده مدارک خودشون رو برای کنفدراسیون فوتبال آسیا به وقت آسیا، یعنی اگه مالزی رو بخوایم حساب بکنیم ساعت 23:59 امروز جمعه 11 فروردین یا 31 مارچ 2023 مهلت داشتن، بعد از آغاز ماه جدید میلادی به وقت مالزی مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در واقع تیم‌ها دیگه مهلتی برای ارائه مدرک خودشون ندارن برای دریافت مجوز حرفه‌ای. این رو هم بگم که حذف استقلال سهمیه ایران رو در آخرین لیگ قهرمانان آسیا از این هم که هم هست کمتر میکنه، هرچند که این فرمت الان 3+1 یا 2+2 سال قبل بود، اما گفته میشه در فصل‌های 2024 و 2025 دیگه لیگ قهرمانان آسیا برگزار نمیشه، ولی طبق مسابقاتی که اف سی میخواد برگزار کنه در 3 ساعت 1 و 2 و 3 برگزار میکنه. الان خیلی جالب هستش که رئیس سازمان خصوصی سازی قربان زاده آقای آجرلو، سردار آجرلو که مدیر سابق مدیر عامل سابق استقلال بوده، رو به از دادستان خواسته که در واقع به تخلفاتش و حیف و میل در واقع اموال عمومی و بیت المال رسیدگی بکنن. و از طرفی هم کاظم اولیایی کسی که در کمیته بعدوی و همچنین مدیر عامل سابق استقلال بوده، قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی رو متهم میکنه که اونها موظف بودن که طبق آیین‌نامه در واقع خود خصوصی سازی پولهایی که از مردم گرفتن الان متولی هستن و اونها باید این پول پرداخت میکردن و یا پول پرداخت نمیکردن و نمیذاشتن که آجرلو این پولا رو خرج کنه. به هر حال دعوای بین این دو گروه هست و سر هواداران گرم هست به اینکه آیا استقلال حذف خواهد شد. 20 میلیون و بیش از 20 میلیون طرفدار این باشگاه احتمالاً فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا رو نخواهند دید.